پایان تاب‌آوری و لبریز شدن کاسه صبر مردم یکی از کابوس‌های اصلی نظام است، طوری که معاون وزیر کشور خامنه‌ای بدون پرده پوشی زنگ خطر را به صدا درآورد و گفت بحث تاب‌آوری اجتماعی هم باز از اون نشانگرهایی هستش که باید بهش توجه بکنیم. من برای هر کدوم از اینها داده‌های رقومی دارم که گفتم پرهیز میکنم از بیان. روزنامه همدلی 2 بهمن 1400 مشخص نیست انگیزه واقعی معاون وزیر کشور از بیان این اعداد و ارقام چه بوده، چون به ظاهر یک نوع خودزنی است. مسئولان کشور در این همه سال چه کردند؟ آژیر خطر به صدا در آمد در سال 98 بعد از آژیرهای مکرری که قبلا به صدا در آورد. به اعتراف رستم‌وندی نتیجه کاهش تاب‌آوری تلاش اجتماعی برای سقوط استبداد و تغییر الگوی حکومتی است. با افزایش فشار اقتصادی و معیشتی تاب‌آوری مردم کاهش پیدا کرده و نهایتاً یکی از شاخصهایی که در این جلسه واقعا جاشه بهش بپردازیم اینه که گرایش به الگوهایی در حکمرانی که میتونیم ازشون به حکومت غیر دینی تعبیر بکنیم بسیار خطرناک و در حقیقت زنگ خطر رو به صدا در بیاره. آقای معاون وزیر کشور، زنگ خطر خیلی وقت برای شما به صدا در اومد. وقتی مردم میگن نه به جمهوری اسلامی، وقتی میگن آخون باید گم بشه، یعنی زنگ خطر شما. کاهش تاب‌آوری کد خیزش سراسری و همان آژیر خطری است که از آبان 98 به صدا در آمده است. میخوام همینجا به خامنه‌ای بگم که جوانهای ایران آماده و قدرتمندتر از همیشه منتظر فرصتی هستن تا حکومت کثیفتو از جا بکنن. We'll be right back.